BBC در 8 سال گذشته هر سال فصلی به عنوان 100 زن داشته و در آن به ماجرای زندگی زنانی موفق در سراسر جهان پرداخته که توانستند تغییری در اطراف خود ایجاد کنند. در 40 سال گذشته و بعد از انقلاب ایران بسیاری از نویسندگان زن ایرانی که بعضی از آنها به اجبار از سرزمینشان جدا شده بودند ایرانی را برای مخاطبان غیر ایرانی به تصویر کشیدند که از آن خاطره داشتند. در ادامه این فصل امروز همکارم آصفه برات به سراغ چند نویسنده زن ایرانی رفته که آثارشان بعد از انقلاب در کشورهای مختلف منتشر شده، زنانی که از تحولات ایران پنجره‌ای به روی جهانیان باز کردند. دور از دیار شهرزادهای قصه از زادگاهشان می نویسند. نویسنده های زن ایرانی که به زبانهای خارجی درباره ایران می نویسند در اروپا و آمریکا شناخته شدند. کتابهاشون برای خواننده غربی یا کسایی که مثل من هیچ وقت ایران نبودن و فارسی زبان اولشون نیست تصویر متفاوتی از ایران نشون میدن. مثل رمان فروشگاه لوازم التحریر تهران، اثری از مرجان کمالی که بخشی از آن در بحبوحه کودتا علیه مصدق شکل می‌گیرد و نابرابری‌های جامعه را آشکار می‌نماید. من در ایران بین 2 سالگی تا 5 سالگی زندگی کردم و دوباره بین 9 سالگی تا 10 سالگی. وقتی که داشتم تو آمریکا بزرگ می‌شدم، هر چیزی که در میدیای اینجا بود، تلویزیون، فیلم، کتاب درباره ایران، تقریبا فقط یه چهره ایران رو نشون میداد و یه چهره ایرانی ها رو نشون میداد. من میخواستم چیزای معمولی مردم ایران رو نشون بدم، رابطه‌شون رو با هم دیگه، رابطه یه مادر رو یه دختر یا 2 تا جوونی که عاشق همن، یا یه مغازه دار و یه خانومی که عاشق کتابه. این چیزای معمولی، این چیزایی بود که وقتی که دربارش می نویسم و خواننده ها می خونن، خواننده های آمریکایی کمی تعجب بکنن، میگن که پس اینا که عین ما هستن. داستان‌های نایری نهاپتیان در هر 5 کتابش در ایران اتفاق می‌افتند. سفری خیالی به کشور بچگی‌هایش و آشنایی با آن از طریق رمان پلیسی که طعم نوستالژیک دارد. زمانی که کتاب اولم کی آیت الله کانونی رو کشت منتشر شد، من اولین و تنها نویسنده ایرانی در تبعید بودم که رمان پلیسی نوشت که داستانهاش در ایران اتفاق می افتاد. دلیلش هم این است که نویسنده‌های ایرانی به طور سنتی داستان و شعر می نویسند. البته در رمان‌های پلیسی من هم داستان هست و هم شعر. به نظر من رمان پلیسی ضد سیستم است و یکی از ویژگی‌هایش انتقاد از جامعه است. از طرف دیگر فکر می‌کنم نوشتن درباره ایران و استفاده از ژانر پلیسی و تحقیقی برای من یک حالت روانکاوی دارد. من در ایران و در یک خانواده ارمنی به دنیا آمدم و تا 9 سالگی زبان اولم فارسی بود. ولی 1 سال بعد از انقلاب اسلامی با مادرم از ایران آمدیم پاریس و برای من همیشه سوال بود که چرا باید تبعید می‌شدیم و چرا پدرم 6 سال در ایران ممنوع خروج شد. این ترومای بزرگی برای من بود و در رمان آخرم عشق به سبک مارینا ام تلاش می‌کنم جواب همین سوال‌ها را پیدا کنم. رویا حکاکیان تحولات سیاسی دوران انقلاب را در زندگی نامش از دیدگاه نوجوانی یهودی که در تهران زندگی میکرد بیان میکند. آدمای معمولی از جمله من، موقعی که شروع میکنیم راجع به زندگی خودمون حرف بزنیم، از زندگی خودمون داریم استفاده میکنیم که یه قصه بزرگتری رو توضیح بدیم. خیلی برام مهم بود که بگم برای زنا چه اتفاقی افتاده بود، زندگی زنا چطور پیش و بعد از انقلاب متحول شد. تلاشم رو کردم که از همه این موضوعی قصه های شخصی و موضوعی کناری استفاده بکنم که قصه ایران رو بگم و حادثه تاریخی که اونجا اتفاق افتاده بود. اگه قراره یه سری آدم های مثل من از یه گذشته‌ای که تاریخش دائما در حال پاک شدن داره قرار میگیره
حرفی بزنن الان وقتشه. اگرچه نویسنده های زن ایرانی در غرب کتاب های بسیاری درباره ایران نوشتند، ولی هنوز ورق های سفیدی هست در انتظار پر شدن از ناگفته های دیگر. آصفه برات، بی بی سی. دو مهمان داریم، فرشته مولوی نویسنده و پژوهشگر از تورنتو کانادا با ما و همینطور حمیرا قادری نویسنده و فعال زنان در افغانستان از کابل با ما. سال اول رو از خانم مولوی میپرسم، بعد از انقلاب خانم مولوی چقدر کارهای نویسندگان زن در ایران جدی گرفته شده؟ سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه شما. خب بعد از انقلاب که همه میدونیم که به هر حال یک دوره محاق فرهنگی و ادبی بوده و هنری، البته تا برسیم به دوره جنگ و از جنگ به بعد البته به هر حال یک مسیر دیگه ای رو رفته. ببینید من یک نکته رو اجازه بدین همین الان بگم، امیدوارم کوتاه بگم. ما 41-42 ساله که انقلاب شده، ولی یک تاریخ پیش از انقلابی هم داریم، حالا از زمانی که مشروطه، یعنی دوره مدرن رو بگیریم. و من میخوام فقط یک اشاره کوتاه بکنم که در حدود 100 سال پیش ما خانم دکتر فاطمه سیاح رو داشتیم که در نه فقط اولین استاد دانشگاه بودن، بلکه در نقد ادبی. ایشون در 80 سال پیش کرسی نقد ادبی رو در دانشگاه تهران داشتن. این اشاره به ایشون و دیگرانی که بودن فقط برای اینی که بعد از انقلاب اینطور تا مدت‌ها زیاد، به خصوص پیش از اینترنت، این نظام حاکم در واقع این سعی که یک گسستی با گذشته باشه بوده و ادبیات یا هر حرکت دیگری، چه فرهنگی، چه هنری، چه اجتماعی، هرگز نمیتونه گسسته باشه. بنابراین آنچه که ما امروز داریم، چه در زمینه ادبیات، چه در زمینه کارهای دیگر زنان، ادامه پیش از خودش، پیش از انقلاب رسیده اینجا، البته با تحولات ناشی از اقتضای زمانه بوده. خانم قادری، توضیحی که خانم مولوی دادند یه نوع پیوستگی رو بهش اشاره کردن، ولی من مایل بودم ببینم که در 20 سال اخیر که افغانستان شاهد فضایی بوده که در اون زنان به کارهای بیرون از خانه تشویق می‌شدن، فضا بر اونها آزادتر بوده، چقدر رشد کردن، خصوصا نویسندگان زن و کسانی که در عرصه ادبیات می‌نوشتند. با عرض سلام، خب در افغانستان هم این اتفاق افتاده، یعنی ما پیشقراولانی در عرصه ادبیات و خصوصا نویسندگی داشتیم که بعدها در کنارشون افراد دیگه هم رشد کردن. اما برعکس ایران، چون من تا حدودی با ادبیات داستانی ایران هم آشنا هستم، عرصه ادبیات داستانی خصوصا جایگاهی که زنان خالق آثار معرفی میشوند در افغانستان بسیار زیاد خالی است. شاید بشه با تعداد انگشتان یک دست داستان نویسان زن در افغانستان نام گرفت. اما جدایی از فضای ادبی درست است، در این 20 سال به حرمت دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان، زنان در شرایط زنان تغییر کرده، هرچند ما هنوز دچار ناامنی ها هستیم و همچنان کشور در حال جنگ گفته میشه. خانم مولوی، در 40 سال اخیر یا 42 سال اخیر اتفاقی که افتاد که در گذشته شاید کمتر سابقه نداشته، حاکم شدن یک فضای ایدئولوژیک بود. میدونیم که وقتی فضای ایدئولوژیک و فضای سانسور حاکم میشه، بسیاری از نویسنده ها شکایت میکنند. این فضا بر کار نویسندگان زن در ایران چه اثری گذاشت؟ خیلی خوشحالم که شما صحبت رو به این مسئله کشوندیم، برای اینکه مسئله اساسی. ببینید، یک نکته اول این که ادبیات به طور کلی و آزادی یک پیوند تنگاتنگی داره،
بنابراین ادبیات بدون آزادی بیان و اندیشه اصلا معنی نداره در واقع. حالا ما البته پیش از انقلاب هم سانسور داشتیم، به نوعی در جریان‌های ایدئولوژیک هم بودن، اما اون چی که اتفاق افتاد بعد از انقلاب این که نظامی آمد سر کار که بر پایه سانسور و سرکوب استوار بوده و همچنان هم هست، و این سانسور فقط سانسور کتاب هم نیست. سانسور کتاب هم البته از دوره قاجار بوده، دوره مدرن رو هم میگیریم، به گذشته هم کاری نداریم، اما سانسور در دوره پهلوی برای نمونه و برای جوانها سانسور سیاسی بود و این بود که یعنی به هر حال حواس نویسنده و مترجم جمع باشه که به حکومت و دستگاه دربار پای نداشت باشه و مشخصا شخص شاه. اما بعد ما یک سانسور فراگیر داریم در زمینه کتاب و در زمینه فرهنگ، و این سانسور فراگیر دیگه در حد این که فقط مسئله سیاست رو بپوشونه نیست، در تمام جنبه های زندگی هست. دلیلش هم این که روشنه، به خاطر این که به هر حال یک حکومت مبتنی بر به اصطلاح شریعت به نوعی حاکم هست. خانم قادری، شما اشاره کردید که تعداد زنانی که کارهای مؤثر و شاید برجسته‌ای کردن زیاد نیست در سالهای اخیر در افغانستان، ولی ما میدونیم که هزینه زیادی شد، تلاش زیادی شد، فضای خوبی هم سعی شد که فراهم بشه. چالش در کجا بوده؟ مشکل در کجا بوده که از این فضا اونطور که باید شاید استفاده نشده؟ من دقیقا در مورد این که گفتم کار تاثیرگذار اتفاق نیفته در حیطه ادبیات داستانی گفتم، ولی در این که در بقیه زمینه‌ها چرا زنان یک سری کارها انجام دادن، ما زنان وزیر داریم، وقتی شاخه قدرت در موردش صحبت میکنیم روی سیاست، در این قسمت زنان فعالتر بودن تا شاخه های مثلا فرهنگی هنری که ما از او به عنوان شاخه قدرت و تاثیرگذار در افغانستان یاد کنیم. در حقیقت میخوایم بگم که ادبیات داستانی درست است که پیشینه دارد در افغانستان، به تقریبا نظر زمانی شاید ایران با 50 سال قبل از 1300 شروع کرد، از 1250 و یک تاریخ داستانی داره که با تاریخ هم شروع شده با تاریخ نویسی. افغانستان از 1300 اگر شروع کرده باشه تقریبا 100 سال تاریخ نویسندگی داره، اما به هر دلیلی شاید بیشتر همون مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده که در عرصه نویسندگی مردان فعالتر بودن. زنان همیشه به عنوان مخلوق داستانهای مردان بودن و همیشه هم در این داستانها به صورت تبدیل شدن به باز تولید، یعنی همون زنانی که در اجتماع هستن و کنشگر نیستن، فعال نیستن، در داستانها هم تولید شده. سیاست در افغانستان و جنگهای پایدار و ناپایداری که داره بر همه احوال، بر اختصاص، بر خود سیاست، بر اجتماع و بر فرهنگ تأثیر گذاشته و باعث شده که ما همون دوره گذار خود بسیار زیاد بکندی بگذرانیم. پول هایی که به افغانستان سرازیر شده یا کمک هایی که به افغانستان آمده یا مسائلی که مورد توجه دنیای بیرون از افغانستان بوده، اصلا بحث های فرهنگی در افغانستان نبوده. حتی برای خود حکومت افغانستان هم بحث فرهنگی، بحث نویسندگان، بحث شعرا به هیچ عنوان مطرح نبود. ما هنوز یک جایزه ملی برای ادبیات داستانی افغانستان نداریم و حتی همین امروز ما از معین وزارت فرهنگ شنیدم که بسیار برای اولین مثلا جایزه ملی ادبیات داستانی بسیار یک مقدار کمی را در بسیار ناچیز در نظر گرفتن و او احساس میکنم که بیشتر کمکاری حکومت و بی‌توجهی حکومت بوده در کنار کمکاری نویسندگان. سپاسگزارم از همیرا قادری در کابل و فرشته مولوی از تورنتو کانادا با ما. حسنا جلیل نخستین زن در تاریخ افغانستان است که معاون وزارت داخله شده. انتصاب او به این مقام واکنش‌های زیادی در پی داشته. عده‌ای به بی‌تجربگی او در عرصه نظامی منتقد بودند و بعضی هم می‌گفتند که کار کردن در این پست کار یک زن جوان نیست. حسنا جلیل در گفتگو با نسرین نوا از تغییراتی گفته که در 2 سال کار در این سمت توانسته ایجاد کند. نام ما حسنا جلیل، معاون وزیر داخله در بخش پالیسی و استراتژی. لسانس خود نیمه
در اداره و تجارت گرفتیم، اما تکمیل در علوم طبیعی و ماستری ما در اداره و تجارت با تخصص ما در مدیریت است. کارهایی بودن که ما بنیادی کردیم و دیتابیس ما زیر کار است، تقریبا رو به خلاصی است تا اینکه ما تمام شهدای واقعی خود و معلولین واقعی خود شناسایی کرده باشیم. در وزارت داخله وقتی که من تازه آمدم چالش از هر لحاظ داشتیم. ما باید فراتر از هر همکار مرد ما زیادتر کار میکردم، ساعات بیشتر باید کار میکردم تا خود باید ثابت بسازم که من هم من حیث یک زن، یک ملکی و یک جوان میتونم در کنار شما کار بکنم. یک تفاوت بسیار کلانه که بین ما و طالب است، ما حکمروان نیستیم. اکثرا همکارا حتی مکالمه میکردن در پیش ما که هر کسی که در معینیت پالیسی آمده، مخصوصا اگر یک خانم آمده، حتما باید نازدانی رئیس جمهور باشه و یک معامله سیاسی است و یک تعهد بین المللی است که ما زن در سکتور امنیتی میاریم. نه، آمدن زن به سکتور امنیتی یک تعهد بین المللی به ما نیست، یک ضرورت جامعه ما است. اما تو که ضرورت به پلیس زن است، اما تو که ضرورت به پلیس مرد است، اما تو که به اردو است، حتی در سطح رهبری یک نیاز است. و اما برداشتا قسمی بود که گویا ما به اساس یک معامله آمدیم و بعضا این برداشتا را قسمی مکالمه میکردن که گویا به اساس یک معامله جنسی به صراحت اگه بگویم ما اینجا آمدیم. و این به ما بسیار ناخوشایند بود. در این زمانی که چون در شروع عادت نداشتم، به ما بسیار ناخوشایند بود و ناخوشایندتر از او این بود که فامیل ما حتی بعضا سوالشان این بود که آیا ارزشش داشت، یعنی آیا لازم بود که اقه قربانی بتیم. اما آخر روز گپ ما برشانی بود که این یک ارزش است و اگر ما کنار می آییم ما یک دیدگاه ماموریت کلان به موفقیت می رسانیم. ما به کیفیت زیادتر می پیچیم تا به کمیت حضور خانم ها که پیچیم، ما زیادتر خانم های با استعداد در کنار تمام مسائل شخصی و یا ای که اتهام وارد کردن روی شخصیت کسی، اینا حتی به حدی اما عدم همکاریشان همکارم نشان میدادن که وقتی که من پشت یک سند کسی را روان میکردم، برای من گفته میشد که این محرم است. از معاون پالیسی وزیر داخلی که روی پالیسی طبقه بندی اسناد کار میکنه و در اونجا نوشته میکنه که کدام سند کدام معلومات به کی باید محرم باشه. عین زمان ما قضایایی داشتیم که همکارای ما در جلسه ما اشتراک نمیکردن. امروز اگر ما به یکی از جنرال سایبای ما پیام میمونم که جنرال سایب بیا که روی از این مسئله کار بکنیم، بدون در نظر داشت پروتکل ما یا او، بدون در نظر داشت تشریفات، بسیار صمیمانه میایم با هم کار میکنیم. به او خاطر من میتونم بگویم که دو سال مقاومتی که کردیم، اما جنجالی که کشیدیم، چالشایی که کشیدیم، برای یک نسل دیگه ارزش داشت. حسنا جلیل بود، معاون وزارت داخلی افغانستان. رامش، خواننده پرآوازه ایرانی، بعد از سالها سکوت و انزوا در سن 75 سالگی درگذشت. رامش در دهه 40 شمسی بسیاری از ساخته‌های علاء خرم رو اجرا کرد، اما در دهه 50 با سبک متفاوت و نو به موسیقی پاپ جان تازه‌ای بخشید. از جمله کارهای او که بسیار شنیده شده آهنگ رودخونه هاست با شعری از محمد علی بهمنی و آهنگسازی صادق نجوکی. با هم بخش‌هایی از رودخونه ها رو ببینیم و بشنویم. رودخونه ها رودخونه ها، منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم ماهی بشم. میخواد اونجا برم که همه دنیا خوشه، تا نرسه دستی به من، دلم میخواد دورو برم، هزار تا گردا خوشه، هزار تا گردا خوشه، رودخونه ها رودخونه ها، منم میخوام صادق نجوکی آهنگساز از کالیفرنیا با ما است. آقای نجوکی، شما آهنگساز همین آهنگ بودید، رودخونه ها، کمی از این آهنگ و آهنگسازیش بگید. سلام عرض میکنم حضور تمام بیننده های تلویزیون خوب شما و گردانندگان این برنامه، به خصوص آقای مجید افشار که از صبح زود در واقع سعی کردن که من رو پیدا کنن، خانم آناهیتا و خود جناب عالی آقای موسوی هستید. بله بله بله.
برحال از شما آقای موسوی خیلی ممنون که بیاد هنرمندان قدیمی بودید و هستید و خیلی ممنون که قبول کردید. در مورد این آهنگ اگه بگید خیلی ممنون میشم. بله، این آهنگ جز کارهای آخر رامش بود. رامش همجور که میدونید اسم اصلیش آذر محبی بود، در اواسط سالهای 40 کارش رو شروع کرد، با یک خواننده دیگه بود، دو صدایی مخوندن به اسم رامین و رامش و رامین. اینا مدتها آهنگای دو صدایی میخوندن که آقای خرم آهنگشون رو میساخت و بعد از اون با پرویز مقصدی شروع کرد که با اون پرویز مقصدی معروف شد. رامش با آهنگای مثل میتونه مشت منو باز بکنی یا آدمک و خیلی کار دیگه پرویز مقصدی به شهرت خیلی زیادی رسید و ادامه داد و با آهنگسازای خیلی خوب دیگری هم کار کرده که ما رو داریم با آقای سعید نوشین‌فر یه داکیومنتری براش درست میکنیم. و جزو کار آخرش همین آهنگ رودخونه ها بود که من ساخته بودم براش. و جالبه که الان شما با همزبانای افغانی صحبت میکردید، رامش جزو اولین هنرمندایی بود که در افغانستان برنامه اجرا کرده بود و محبوبیت خیلی زیادی داشت. و یادم وقتی برگشته بود میگفتش که دو تا آهنگی رو که خیلی دوست داشتن همین آهنگ رودخونه بود و آهنگ عشق گناهکار که آقای پازوکی ساخته بودن. به هر حال یادش به خیر، انگار همین دیروز بود. این قضیه که دارم میگم مربوط به 50 سال پیشه دارم صحبت میکنم. بله. و این آهنگو برش اجرا خیلی هم خوب اجرا کرد و فوق العاده ریتم خوب نگه می‌داشت. خواننده پرتوانی بود در بله. مورد ریتم آهنگا. بله، اون آهنگ در آرشیو رادیو تلویزیون افغانستان هست، من یک بار اون رو شنیدم، زیبا خوندن. بعد از انقلاب 15 سال نخوند و حرفش هم این بود که نوعی همبستگی است با زنانی که نتونستن بخونن، درسته؟ حتما همینجور بوده. به هر حال ایشون تنها کسی نبود که بعد از انقلاب نتونستن کار بکنن اونجور که دلشون میخواست. برای کسان دیگه هم بودن که دچار افسردگی خیلی زیاد شدن، ایشون اونجور که دلش میخواست نمیتونست کار بکنه، بنابراین خب کار رو کنار گذاشت. ما هم خیلی سعی کردیم این اواخر به خصوص در دو سه سال اخیر خیلی سعی کردیم ایشون رو برگردونیم و نمیخواست دیگه در واقع. و ما هم خب حیفمون میمد یه خواننده به این خوبی. وقتمون خیلی کمه آقای نوجوکی، در کمتر از یک دقیقه، این اواخر حال و روزشون چطور بود؟ متاسفانه خوب نبود، افسردگی خیلی زیادی داشت که اصطلاحاً دیپریشن بهش میگن و در 20 سال گذشته در واقع دچار این افسردگی بود و این اواخر خب خیلی بدتر شده بود. و متاسفانه روز شنبه ساعت 6:15 نفس تنگی گرفته بوده و به خاطر میرسوننش بیمارستان سری، ولی به خاطر ایست قلبی و به مرگ طبیعی کاملا و فوت میکنن. بهتون تسلیت میگم آقای نوجوکی. صادق نوجوکی آهنگساز، خصوصا آهنگساز قطعه رودخونه ها که ماندگار و بسیار هم زیباست. به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم و همینطور بخش صدزن اون. میتونید این برنامه، برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. برنامه صدزن البته در بخش برنامه‌های 60 دقیقه فردا شب هم ادامه خواهد یافت. ممنون که این برنامه و همینطور برنامه‌های دیگه ما رو نگاه می‌کنید، خصوصا تا آخر 60 دقیقه رو می‌بینید.